الان حدود 60 تا 70 قلاده سایت داشتیم که بعد از عقیم سازی خانوادهایی که شرایط نگهداری داشتن واگذار شدن و الان حدود 30 قلاده سایت داریم. این مکان متعلق به اداره راه و شهرسازی هستش. ما سال پیش وقتی خواستیم استارت کارو بزنیم رفتیم از با شهردار متجمع معیتی صحبت کردیم، ایشون اجازه دادن، دستور کارو دادن، تحتاری ماشین در اختیارمون میذاره. هزینه عقیم سازی رو یه خیر عزیزی تقبل کردن. هر قلاده سگ هزینه عقیم سازیشون به صورت حمایتی 500 هزار تومن و هزینه واکسینشون هر دورش 300 هزار تومن هر قلاده سگ که خیر عزیز تقبل کردن و پرداخت میکنن. الان دو ماهی میشه شروع به عقیم سازی کردیم و همه این بچه ها عقیم شدن و واکسینه شدن. به طبیعت که برگردونده نخواهند شدیم. فقط سه تا از سگامون تو سطح شهر هستن که اینجا نمیتونستن بمونن و اذیت بودن که رهاسازی شدن. هیچ کی تو این سرما نمیاد دست ما رو بگیره. اینجا آب و برق و گاز نداره این مکان. بعد برای شستشو اینجا از آتش نشانی کمک می‌گیریم. نیاز به موکت داریم که زیر بچه‌ها پهن کنیم که سردشون نشه. بعد هزینه غذاشون روزانه 200 هزار تومان میشه که با کمک‌های مردمی خرید می‌کنیم. همه سگ‌های پناهگاه کدگذاری شدن. این پلاک‌ها نشان از کد سلامت ایناست. همه‌شون واکسینه شدن و عقیم سازی شدن و هیچ گونه بیماری ندارن. روزانه 25 کیلو پای مرغ یا کله مرغ یا اسکلت مرغ که شدیداً گرون شده تهیه می‌کنیم از مرغ فروشی قایقور واقع در فلکه گاز که هزینه‌شون مردم کمک می‌کنن. هیچ گونه بودجه پهنا در اختیارمون گذاشته نشده و به لطف مردم غذای بچه‌ها رو تهیه می‌کنیم. مرکز نگهداری سگ‌های بلاصاحب شهرستان مرزی بندر آسترا در سرما و گرما به کار خودش ادامه میده. این مهم مستلزم این هستش که دوستداران طبیعت، دوستداران محیط زیست و مسئولان مرتبط با این موضوع دست به کار بشن تا اقدامات سریع و عاجل برای رفع مشکلات این مرکز انجام بشه.